سلام، من آیدینم. آموزش امروز ما راجع به پوست اندازی یا شدینگه. همونطوری که میدونید همه مارهای پوست اندازی دارن. این پوست اندازی به خاطر اینکه مارها دائما دارن رشد میکنن، تقریبا توی بیشتر خزنده ها این اتفاق میفته، به خاطر اینکه دائما دارن رشد میکنن و رشدشون متوقف نمیشه باید پوست اندازی کنن. چون اینجوری بهش نگاه کنید که توی پوست خودشون دیگه جا نمیشن و رشد میکنن و باید پوست اندازی کنن. همه آدما هم پوست اندازی میکنن، ولی خب خیلی تیکه تیکه پوستای سلولهای مرده پوستتون از بین میره و سلولهای جدید جایگزینشون میشه. ولی توی مارها اینجوری نیست، این یک دفعه اتفاق میفته، یعنی همه سلولهای مرده پوست یک دفعه جدا میشن و سلولهای زنده جاشون رو میگیرن. این پوست اندازی 4 مرحله داره. مرحله اول تغییر رنگه. یعنی چی؟ یعنی شما توی مارتون میبینید که تغییر رنگ اتفاق افتاده. رنگ‌های تیره، رنگ‌های مشکی شروع میکنن به شیری شدن و کدر شدن، رنگ‌های روشن هم بسیار کدر میشن و این تغییر رو شما کاملا توی مارتون میبینید. مرحله دوم سفید شدن چشم‌های یا به اصطلاح آبی شدن چشم‌های. چشمای مارتون توی مرحله دوم به رنگ سفید شیری مایل به آبی در میاد. همینجور عکسی که الان میذارم ببینید. آره، چشمای مارتون به این شکل در میاد و وقتی که این مرحله چشمای مارتون به این شکل در میاد و این مرحله دومه. مرحله سوم بهش اصطلاحاً میگم پریشد یا قبل از پوست اندازی اصلی. تو این مرحله مارتون معمولاً رنگش دوباره به حالت نرمال در میاد، یعنی اون کدری رو شما نمیبینید، ولی هنوز پوستش کامل شفافی هم نداره. این یعنی مار شما تا 72 ساعت آینده قرار پوست بندازه. تو این 72 ساعت شما باید یه سری کارا انجام بدید که من باز بیشتر جلوتر بهتون توضیح میدم. و مرحله چهارم مرحله پوست اندازیه، یعنی تو اون مرحله است که اون پوست مرده از مارتون جدا میشه و پوست جدید براق خیلی رنگی میاد رو. و این پوست جدیدی که میاد رو خیلی تفاوت داره نسبت به پوست قبلیه. شما نباید تعجب کنید رنگ ماره من چرا این رنگی شد. این اتفاق خیلی میفته، این پوستا رنگشون عوض میشه موقع پوست اندازی و این اتفاق میفته. مرحله چهارم مرحله پوست اندازیمون ممکنه تا 3 ساعت، 4 ساعت یا 5 ساعت طول بکشه. تو این مرحله اینجوریه که مارتون شروع میکنه توی محیط انکلوژرش حرکت کردن، خزیدن و با این خزیدن پوست قبلی خودش رو جدا میکنه. دقت کنید که این پوست باید یه تیکه جدا بشه، در واقع مثل جورابی که شما از پاتون در میارید برعکس میشه در میاد، به اون حالت پوسته و شما باید یه پوست یه تیکه لوله شده پیدا کنید که اونو باز کنید. باید از جای چشما تا دم مار پوسته یه تیکه باشه. این نشون میده که رطوبت شما مناسبه، نشون میده که مار شما سالمه و هیچ مشکلی نداشته. خب نکته بعدی اینه که مارها معمولاً چند وقت یه بار پوست اندازی میکنن. توی هچلینگا یا مارهای کوچیک تازه به دنیا اومده هر 3 یا 4 هفته معمولاً پوست اندازی میکنن. اینم بستگی به رطوبت شما، دمای شما و نوع تغذیه شما داره. شما اگه از رت استفاده کنید خب طبیعتاً رشد بیشتری دارید و این پوست اندازیه مثلا ممکنه 3 هفته یک بار اتفاق بیفته، ولی وقتی از مثلا ماوس استفاده میکنید ممکنه تا 4 هفته یا حتی به 5 هفته هم بکشه پوست اندازیشون و به میزان رشدشون کاملا مربوطه، میزان رشد و رطوبت و دمای این کلوژرتون. تو مارهای بالغم هر 4 تا 6 هفته اتفاق میفته، بین 4 تا 6 هفته متغیره، نسبت به باز هم همون تغذیه و رطوبت و دمای انگلوژرتون داره، ولی معمولش اینه که باید 4 تا 6 هفته یک بار شما پوست اندازی رو توی مارتون ببینید. خود پوست اندازی هم معمولا بین 10 تا 12 روز ممکنه طول بکشه.
یعنی از اون موقعی که شروع میکنه کم کم تغییر رنگ دادن، اون چهار حالتی که بهتون گفتم، سفید شدن چشما، پریشت و خودشت، ممکنه تا 12 روز هم طول بکشه. یعنی ممکنه زودتر هم مثلا 10 روز هم تموم شه، ممکنه 12 روز هم تموم شه. اینا احتمالاتی که وجود داره. مسئله بعدی اینه که شما توی تایم پوست اندازی مارتون یه سری نکات رو باید رعایت کنید. اول اینکه به شما به رطوبت بیشتری نیاز دارید، یعنی یعنی اینکلوژرتون باید رطوبت بیشتری داشته باشه. اگه از تکنیک آب پاشیک همونجوری که حالا توی شورت ها بهتون نشون دادم استفاده میکنید، به جای روزی یک بار توی مرحله پوست اندازی شما باید روزی 2 بار این کار رو انجام بدید که مارتون به رطوبت بیشتری نیاز داره که بتونه راحت تر پوست بندازه. نکته بعدی اینه که مارتون، یعنی بیشتر مارها، 90% بال پیتون ها موقع پوست اندازی غذا نمیخورن. یعنی شما هر کاری هم کنی غذا رو مار نمیزنه و باید وایسید پوست اندازیشون کامل بشه، یه روز بگذره، 2 روز بگذره و بعد غذا دهی بکنید. هم مار گشنه است هم علاقه بیشتری به غذا داره. تو پوست اندازی معمولا به خاطر اینکه میرن توی اون فاز سفید شدن چشم ها، یه حالت کورتوری بهشون دست میده، واسه همینم معمولا قایم میشن، بیرون نمیان، شما زیاد نمیبینینشون و یه ذره هم اگرسیو میشن. به خاطر همین قضیه حالا ندیدن این مراحل سخت پوست اندازی همه اینا هست، یه ذره هم اگرسیو میشن و بهتره شما تا پایان مرحله پوست اندازی بهشون دست نزنید، هندلشون نکنید، بیرونشون نیارید، مخصوصا از زمانی که چشماشو شروع میکنه به سفید شدن. اون موقع به هیچ عنوان بهشون دست نزنید، چون خیلی استرس می، حتی اگه اگرسیو نباشن و حمله هم نکنن به شدت استرس میگیرن و ممکنه یه سری بیماری ها توشون ایجاد شه به خاطر استرس زیاد. مارها وقتی میرن توی همون مرحله دوممون، یعنی سفید شدن چشم ها، معمولا باید تا 72 ساعت بعد پوست بندازن. یعنی سری میرن توی مرحله پریشدشون و میرن توی شد و پوست میندازن. حالا این پوست اندازیه چه فایده ای داره؟ این پوست اندازیه یکی که همون اول ویدیو گفتم باعث میشه که مار بتونه رشد کنه، اجازه رشد رو بهش میده. اگه پوست اندازی نکنه خب مار سایزش همون میمونه، نمیتونه بزرگتر شه، پوسته بهش اجازه نمیده. مسئله دوم اینه که پوست مرده میره و پوست جدید میاد، پوست هم براق‌تره هم زیباتره و مسئله مهمتر جلوگیری میکنه از یک سری بیماری ها. زخم های سطحی که روی پوست ایجاد شده از بین میره، انگل های پوستی که دارن معمولا از بین میرن با پوست اندازی، کنده میشن و از بین میرن. همه اینا در واقع یه دونه تولد دوباره است این پوست اندازی برای ما و خب پروسه زمانبریه و شما باید درک کنید این موضوع رو که تو اون تایم زیاد با مارتون بازی نکنید و حرف دیگه این نمیمونه. امیدوارم که لایک کنید، امیدوارم ساب کنید و قسمت بعدیمون قسمت خیلی جذابیه، راجب مورف هاست. منتظر باشید که راجب مورف هم با هم صحبت کنیم.